قربان‌علی دوری نجف‌آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ایران میگوید باید به فکر دوره پس از خامنه‌ای باشیم. این اولین باری است که یک مقام عالی رتبه مجلس خبرگان درباره انتخاب جانشین رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر می‌کند. مجلس خبرگان رهبری وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر و انتخاب رهبر جدید را دارد. به عقیده برخی منتقدان، ساختار این مجلس به گونه‌ای است که به جای نظارت بر رهبر تابع اوست. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد. بیش از 80 روحانیه نمایندگی مجلس خبرگان، برخی میانسال و البته برخی کهنسال، وظیفهشان نظارت بر عملکرد رهبر است، عزل احتمالی او و یا انتخاب رهبر جدید. مجلس خبرگان تنها یک بار بعد از مرگ آیت الله خمینی علی خامنه ای را به رهبری برگزید، 25 سال پیش. از قبلم روشن بود ما از حالا یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان غلام علی دوری نجف آبادی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا برای رهبر عمر طولانی آرزو کرده، اما گفته باید برای بعد از ایشان به فکر باشیم. این اولین بار است که به صراحت از بحث جانشینی بعد از خامنه ای در میان مقام های حکومتی گفته می شود. در سالهای اخیر بسیاری از همراهان نظام دچار ریزش شدند و به تعبیر حاکمیت فتنه‌گر خونده میشن. دیگه سطح حساسیت های مسئولان نظام از انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری افزایش پیدا کرده به مجلس خبرگان و انتخاب رهبری. در خبرهای مختلفی شنیدیم که همفکران آقای هاشمی به شخص ایشون در تلاشند فهرستی رو برای خبرگان تنظیم بکنند و اکثریت مجلس خبرگان رو به دست بگیرند. شورای نگهبان که تابع آیت الله خامنه ایست بر انتخابات نظارت دارد. خودی ها تایید می شوند و غریبه ها رد صلاحیت. این سازکار رد صلاحیت به هر حال پاسخ لازم رو نداده. در حال وقتی شورای نگهبان حاضر شده حتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو هم در انتخابات 92 فاقد صلاحیت معرفی بکنه، معلوم میشه که سازوکار رد صلاحیت چندان جواب نداده. مجلس خبرگان یک بار برای آیت الله خمینی جانشین انتخاب کرد، آیت الله حسین علی منتظری، اما 3 ماه قبل از مرگ خمینی منتظری عزل شد. آیا رهبر جمهوری اسلامی به دنبال جانشین است؟ در بحبوحه اعتراض‌های سال 88، خبرهای غیر رسمی از تلاش خامنه‌ای برای جانشینی فرزندش مشتبه خبر می‌داد، اما هرگز تایید نشد. برخی معتقدند خامنه‌ای تمایلی به معرفی جانشین در زمان حیاتش ندارد. قبلا هم در اخبار پراکنده ای سخن از جایگزینی کسانی مثل آیت الله محمود هاشمی شاهرودی به میان اومده بود، اما خب به هر حال آقای هاشمی شاهرودی هم فرد ایدئال اونها در نهایت نشد. اما با توجه به تجربه ناکام مقامی رهبری در دوران آیت الله خمینی فکر نمی کنم که در این تلاش موفق بشه. آیت الله خامنه ای 75 سال سن دارد. برخی میگویند مجلس خبرگان بعدی احتمالاً باید درباره جانشین او تصمیم بگیرد، مجلسی که انتخاباتش در سال 92 است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.